بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک علاقمندان و دوستداران تجارت. خدا رو شاکریم که با یکی دیگر از سری برنامه های آرادیوی موفق در کنار شما هستیم. امروز در کنار یک تاجر موفق فعال در حوزه ظروف مسی، جناب آقای محسن رضایی هستیم. امیدوارم که این برنامه رو تا پایان دنبال کنید و براتون مفید واقع بشه. سلام آقای رضایی، خیر مقدم میگم ورود شما رو به استادیو آراد برندی. امیدوارم که این مصاحبه برای بیننده های ما مفید واقع بشه. خودتون محبت میکنید معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. محسن رضایی هستم، فعال در حوزه ظروف مسی. از کدوم شهر تشریف آوردید؟ شهر زنجان. آقای رضایی چند وقت هستش که دارید تو این حوزه فعالیت میکنید و کار میکنید؟ بنده از سال 94 وارد حوزه ظروف مسی شدم، اونم به واسطه یکی از دوستانم که خودش تولید کننده محصول بوده، منم استارت این کار رو زدم. خب پس گفتی که شروع کارت به واسطه یکی از دوستانت بود که تو این حوزه فعالیت میکرد. الان چی؟ الان داری تولید انجام میدی؟ الانم همون به واسطه همون دوستم دوتایی کار تولید ظروف مسی هست. خب قبل از اینکه شروع به فعالیت با آراد بکنی چه فعالیتی رو انجام میدادی؟ چه کاری انجام میدادی؟ قبل از فعالیت با آراد مثل همه مردم عادی، جوانای عادی، کارهای کارگری، خدماتی، مسافرکشی، همین کارا رو انجام میدادم. هر کاری دم دستت میومد انجام میدادی؟ بله، بیشتر کار خدماتی انجام میدادیم که حالا به واسطه خوشمون نیومد یا خدا خواست که اصلا اون کارا رو ادامه ندیم، اومدیم این سمت. چجور شد با آراد آشنا شدی و اصلا نحوی آشنایی با آراد به چه سبکی بود؟ نحوی آشنایی با آراد تبلیغات خود آراد بود. تو سایتشون یه بنر تبلیغاتی داشتن که یه کوچولو مطالعه کردم، یه پیامک زدم، بعد مشاورین آراد با من تماس گرفتن، یه شروع به کار کردم. این تصور برات پیش نیومد که آقا من کارمند، منی که دارم مسافرکشی میکنم، منو چه به تجارت؟ آخه تجارت پول میخواد، من پول ندارم. این تصور برات پیش نیومد؟ تصور که والا اون موقع چه بسام شروع کردیم واسه فروش. خب بحث تجارت هم چون این ذهنیت در ما به وجود اومد، تجارت یعنی حالا یه محصول رو به کشورهای خارجی بفروشی، ما هم که بسام فکر میکردیم تجارت کنیم، یه محصولی میگیریم و خرید و فروشش انجام میدیم. حالا دیگه بعد که ادامه دادیم دیدیم تا حوزه فرق میکنه، گستردگی حوزه زیاده، راحت تر میشه خرید و فروش کرد، حوزه وسیعه، خود رو ادامه دادیم. یعنی تصور ذهنی که اول شروع به کار کرده یه کار ساده سبکی بود، برای همینم هم قبول کرده بیایی تو این کار. اصلا میگم فروش تو شهر خودم میخواستم، شهر خودم زنجان میخواستم، بودم فکر میکردم اینو خرید میکنم، میبرم به طورت بازاریابی سنتی به مغازه نشون میدم، میگم آقا مثلا این جنس ما داریم خرید. این ذهنیت تو ذهنم بود. اما وقتی با چی میگن آراد برندی یا ماشینا شدیم، دیدیم تبلیغات از شهرهای مختلف دارن با ما تماس میگیرن، شهرهای کوچکتر، بیشتر شهرهای کوچکتر بود، مثلا شهری که اصلا اسمشو نشنیده بودم. مثلا چی؟ شهرستان های خیلی کوچک، حالا اسمشون قره بود، تعداد میگم اسمش نشنیده بودم دیگه یادم نمیاد. خیلی وقت پیش بود، یه 3-4 سال پیش بود، اما سالهای 92 وسط های 94 بود که مثلا مشتری ها تماس می گرفتن. مثلا یه شهری می گفت موی موندم، از کدوم شهره می پرسیدم اینا رو، مال کدوم استانید، مال کدوم شهرید. بعد که می گفتن بعد می پرسید شما خودتون باید، چون من شهر جدید بود باربریشون نمی شناختم، خواهیم با سهشون بار بفرستیم. می پرسیدم
کدوم باربری با شما کار میکنه یا شهرتون کدوم باربری هستش، احیان شما که سفارش میدید اینو واسه ما مشخص کنید. استانا معمولا باربریاشون بیشتر از نسبت به شهرستان هستش. خاطرون تعداد باربری ها زیاد بود، خاطرون همین میپرسیدم از مشتری کدوم باربری با تو شهر شما هستش، اسمش و شمارش رو بدید تا بارو از اون طریق دست شما برسونه. این شهرهای کوچیک که عمده ازت خرید نمیکردن، جزئی خرید میکردن دیگه، درسته؟ شهرهای کوچیک عمده بودن بیشترشون. چه جوری؟ عمده هم بودن، میگم یه شهرستان یه دو سه تا مشتری داره که عمده هستش، یه چند تا هم از فروشنده تکی داره، جزئی داره. یعنی از همون روزهای اول ظروف مصری رو شما عمده پس فروختی؟ بیشتر به صورت عمده کار میکردیم. حالا بودن خانمای خونه دار تماس میگرفتن، میگفتن آقا این محصولات هم داری؟ چون روال کار ما اینطور بود، میخواستیم به همه جنس بفروشیم دیگه، مثلا آیا این عمده هستش یا مصرف کننده هستش مد نظرمون نبود، الان هم نیستش، همیشه این کار رو روال کارمون اینه. خاطرون آره هر شهری مصرف کننده باشه یا عمده باشه جنس بسشون ارسال داره. دست رد به سینه کسی نمیزنید؟ نه دیگه، کلن هر کسی، هر همکاری، من چون همکارم به ما همکاری مثلا سفارش داشته باشه یا تماس بگیره، سعی میکنیم در کمترین زمان محصولشون رو واسهشون ارسال کنیم. این ظروف مسی تنوع زیاد داره دیگه، آیا توی کیفیت هم تنوع داره یا اینکه نه فقط تو شکل ظاهری شما این تنوع رو میبینیم؟ تنوع من چی میگم، تازه وارد ظروف مسی شده بودم، فکر میکنم 3-4 تا محصول ظروف مسی داریم، قابلمه، سینی، اونایی که میبینید تو خونه ها هستش مصرفی، اینا هستش. بعد اینکه وارد شدم دیدم مثلا یه دنیای ظروف مثلیه، ظروف تزینی داریم، دکوری داریم، زیادن نمیشه اینجا یه چیچی اسمشونو برد. ایران یه چند تا شهرهای بزرگ داره که به قول قطب یا مادر تولید کننده ظروف مثلیه، حالا اصفهان هستش، یزد هستش، تبریز، خود زنجان، مشهد، کرمان، همه اینا قطب ظروف مسی هستن. من هم فکر میکردم فقط همون زنجان مثلا این محصولات رو داره. بعد اینکه مثلا مشتری ها یا خودمون کار کردیم، یه روال کار اومد دستمون، این گستردگی محصولات رو مشاهده کردیم. بعد سعی کردیم روی همه اینا مانور بدیم، بشیم یک به قول خودمون بنکدار بزرگ که تمام محصولات داره، چون احیانا مصرف کننده دیگه تماس میگیره، باید نیازش رو برطرف کنیم. آقای رضایی چیزی که من برداشت کردم از بین صحبت های شما، شما روز اولی که شروع کردید نه محصول رو میشناختید، نه میدونستی آقا پارچ و لیوان چیه، نه میدونستی کدوم شهرها تولید میشه، یعنی کاملا صفر بودی نسبت به محصول، ضمن اینکه نسبت به کاری هم که میخواستی بکنی صفر بودی، یعنی فکر میکردی یه بازاریابی فوق العاده ساده است. واقعا فکر میکنه به اینجا برسی؟ ارزم به حضورتون که نه واقعا، چون محصول میگم که اصلا شناختی ازش نداشتم، فقط اون موقع تازه کار بودیم، ناآشنا به محصول بودیم. حالا دیدیم ندارم، میگم در طول مدت که کار کردیم دستمون اومد که محصولات چی هست. آقای رضا یه بخش رو ما داشتیم که آقا شما همینجوری اومدی تو بازی، هیچ اطلاعاتی نداشتی اومدی تو بازی، الان که داری کار انجام میدی سیستم فروشت به چه سبکی هستش و چجوری داری کارو مدیریت میکنی؟ بعد از شروع فعالیتمون که حجم کارامون رفت بالا، تعداد مشتری ها زیاد شد، درخواست های مشتری ها زیاد شد، یعنی تعداد محصولاتی که مشتری ها از ما میخواستن بگونه شده بود که ما خود با یه تولید کننده توانایی تولید همه این محصولات رو نداشت، ساختار تولیدمون رو تولید ساختار فروشمون رو بگونه پایه‌ریزی کردیم که بتونیم با چندین تولید کننده همکاری داشته باشیم تا بتونیم محصولاتی که مشتری ها از ما میخوان و به نحو احسن به دستشون برسونیم. یه به مشتری نگیم فلان جنس یا فلان محصول ما نداریم، این کلمه نداریم استفاده نکنیم. به همین خاطر محصولات خودمون
در جاش با چندین تولید کننده همکاری داریم. محصولات خودمون سر جاش، یعنی که تولید خودتون هم هست پس؟ بله، چندین محصول داریم تولید میکنیم که محصولات خودمونه. تولیدات همکارامون هستن که در این مدت باشون دوست شدیم، به راحتی میتونیم ازشون تهیه کنیم و سفارش مشتریان رو آماده کنیم. خیلی هم عالی. این نحوه ارتباط گیریتون که با تامین کننده های دیگه هستش چجوریه؟ به راحتی جنس بهتون میدن؟ چی شد اصلا با هم دیگه رفیق شدید و گفتید که دارید کار میکنید با هم دیگه؟ آره، قیمت هایی که ما میدیم به مشتری ها همون قیمت هایی هستن که خودی تولید کننده ها دارن به مشتری خودشون میدن. یعنی در واقع ما از اون تولید کننده قیمت پایین تر خرید میکنیم، نه آنچنانی که بچشیم روش قیمت گران‌تر یا بالاتر بدیم. همون قیمتی که همون تولید کننده به مشتری خودش میده، ما هم با همون قیمت به مشتری خودمون میدیم. چقدر خوب. پس به این صورت اصلا شما نه مشکل جنس دارید، نه مشکل تهیه محصول دارید، نه مشکل قیمتی دیگه. یه آیتم فوق‌العاده خوبی هستش که میتونید با رقبای دیگه‌تون رقابت کنید. دیگه چه مزیت‌های رقابتی رو شما دارید که میتونید با رقبای خودتون کار بکنید و مشتری نوعی بیاد از شما خرید بکنه؟ نوع محصولات، انواع محصولات، چون میگم که ما هم یه قسمت به صورت تولیدی داریم محصولات خودمون رو تولید میکنیم، یه قسمت هم به صورت بنکداری محصولات دیگر تولید کننده رو به دست مشتری هم میرسونیم. یعنی تنوع محصولاتمون زیاده و یه مصرف کننده یا یه خریدار راحت تر میتونه به ما سفارش بده، چون تمامی محصولاتی که نیاز داره ما میتونیم واسش تهیه کنیم. این رفاقتی که دارید و اینکه خب خودتون زنجانی هستید و بالا سر تولیدی ها هستید، تو کیفیت محصول هم تأثیری داره؟ 100% ما مثلا بیشتر محصولات یه میگم بخش نظارت داریم. محصولاتی که احیانا کوچکترین مشکل داشته باشه، محصولات تولید خودمون که کوچکترین مشکل سعی میکنیم نداشته باشیم، و محصولات دیگر همکارمون هم اونا رو هم نظارت میکنیم. احیانا مشکلی داشته باشن برگشت میزنیم به خودشون، مدت میدیم. به خواص ظروف مثلی میشه دو منظر نگاه کرد: یک، اعتقادی، دو، علمی و خواص جدیدی. که ما مثلا مطالعه میکردیم، حتی دوستان میتونن توی گوجل سرچ کنن، احادیثی هستش که به خواص ظروف مثلی اشاره شده. حالا میگم حتی علم جدید پزشکی هم این خواص به این خواص پی برده. مثلا یکی از خواص خوبش آنتی باکتریالشه. خب چقدرم عالی. آنتی باکتریال. صحبت پایانی اگه داری با بیننده های ما و اونایی که پول دارن، سرمایه دارن، اگه صحبتی داری با اونها بفرمایید. یه درخواستی که من میخوام از این تولید کننده ها و این همکارامون داشته باشم، یکم دلشون رو بزرگ کنم شما تولید کردید درست، اما تولید با فروش کامل میشه. یعنی اگه فروش نباشه تولید بی‌معنیه. بعد اجازه بدید که اشخاصی که میان تو این زمینه میخوان فعالیت کنن یا فروشی داشته باشن، راحت‌تر بتونن کسب درآمد واسه خودشون داشته باشن. چون من این ناشر واسه من میگم چند سال پیش اومد نمیتونستم فعالیت کنم تا مگر اینکه خودم توی تولید وارد شدم. آقای رضایی، خیلی خوشحال شدم هم صحبتی با شما. یه صداقتی تو کلامتون بود که واقعا به دل مینشست. باز هم ممنون که محبت کردید و به استودیوی آراد برندینگ تشریف آوردید. ممنون از شما و آراد برندینگ که این زمینه فعالیت رو به ما جوانا داد که بتونیم فعالیت کنیم و خودمون روی پای خودمون وایسیم و تو این کشور بتونیم این تجارت، این فروش یا این خوداشتغالی رو افزایش بدیم. خواهش می‌کنم. خب با یکی دیگر سری برنامه‌های آرادیو موفق در کنار شما بودیم و همراهتون بودیم. امیدوارم که باز هم نگاهاتون رو به ما بدید و ما رو تماشا بکنید. در پناه حضرت حق باشید. یا علی.